با درود و عرض ادب، امروز دوشنبه 22 مرداد 1403 برابر با 12 اوت 2024، من محمد منظرپور با مجله تحلیلی خط قرمز در خدمت شما هستم. اعلام وزرای پیشنهادی آقای دکتر مسعود پزشکیان به مجلس برای تایید با موج عظیمی از اعتراضات در بین اصلاح طلبان عمدتاً مواجه شده و همچنین با کنارگیری آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سابق که نقش بسیار موثری در تبلیغات آقای دکتر پزشکیان داشت. دو تا وزیر در بین وزرای پیشنهادی بیشترین نقد رو متوجه خودشون کردن، یکی آقای خطیب وزیر اطلاعات هستش و دیگری آقای مومنی وزیر پیشنهادی کشور. در روزی که خبر تبرئه الهه محمدی و نیلوفر حامدی از اتهام جاسوسی منتشر شد، اگر یادتون باشه خبرنگارانی بودن که از خانواده بانو مهسا امینی عکس گرفته بودند و توسط وزارت اطلاعات به جاسوسی متهم شدند، آقای اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت رئیسی از روی آقای دکتر پزشکیان برای وزارت اطلاعات به مجلس معرفی شده. وزیری که وزارتخانه تحت امرش آبان 1402 در بیانیه مشترک با دیگر نهادهای امنیتی این دو خبرنگار را به جاسوسی متهم کرده بود. ما اون بیانیه را الان داریم، من براتون میخونم. در بخشی از اون آمده که البته میدونید هر دو این خبرنگاران تبرئه شدن در خود دادگاه‌های ایران، وزارت اطلاعات نوشته با توجه به حضور منابع اطلاعاتی ما در تعدادی از دوره‌های فوق الاشاره، لذا مفاد آموزشی دوره‌های مذکور و عناصر شرکت کننده در آنها در اختیار بوده و بنا به ضرورت تعدادی از شرکت کنندگان بازداشت، تعدادی از آنها جلب همکاری و عده دیگر تحت نظر سربازان گمنام امام زمان می باشند و از ارتباطات آنها با مراکز مورد نظر برای حفظ اشراف اطلاعاتی استفاده می شود. رد اطلاعاتی و عملیاتی تعدادی از عناصر مذکور در اختشاشات اخیر و پیش از آن نیز مشاهده و حسب مورد اقدام مقتضی به عمل آمده است. به عنوان مثال انتشار اولین تصویر از مرحومه امینی روی تخت بیمارستان توسط نیلوفر حامدی صورت گرفته که از آموزش دیدگان همین دوره‌ها در خارج از کشور بوده. او با استفاده از پوشش خبرنگاری از اولین افرادی بوده که در بیمارستان حضور و استقرار یافته، به تحریک بستگان متوفا و ارسال اخبار جهتدار پرداخته. همچنین از اقدام الف میم که با استفاده از همان پوشش با حضور فوری در شهرستان سقز به تحریک اطرافیان مرحومه، کارگردانی برخی صحنه ها و انعکاس اخبار و تصاویر جهتدار از مراسم تشییع، تدفین و تجمعات شکل گرفته در آن شهر به ایفای ماموریت پرداخته است. این فرد نیز آموزش دیده دوره های رژیم مافیایی آمریکا در کشورهای خارجی است، ضمن آنکه هر دو نفر نقش منابع اولیه خبرسازی برای رسانه های بیگانه را ایفا کردند. در اینجا به عنوان نمونه ای از کار این مؤسسات، حالا دیگه باقیش رو نمیخونم چون که هم مزخرف و بیپایه هستش، همین که این دوتا دختر خدا رو شکر تبرئه شدن و آزاد شدن، ولی این به هر حال وزارت اطلاعاتیه که آقای خطیب مسئولیت اون رو به عهده داشته. جالب اینه که آقای عبدالعلیزاده رئیس ستاد انتخاباتی مسعود پزشکیان که امیدوارم عزیزان عکسش رو الان نشون بدن، اساساً از اسامی اعلام شده اعلام بی اطلاعی کرده و گفته من این وزرای پیشنهادی رو اکثراً نمیشناسم، ولی برای دولت پیشنهادی آقای دکتر پزشکیان در واقع آرزوی موفقیت کرده. در این حال روز گذشته آقای محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه با انتشار توییتی در شبکه اکس از استعفای خودش و نارضایتیش از ترکیب وزرای پیشنهادی خبر داد که الان گمان زنی ها در رابطه با دلایل استعفای ظریف رو به شدت در فضاهای خبری و تحلیلی فارسی زبان افزایش داده. پایگاه خبری انتخاب در رابطه با عواملی که گفته می شود پشت استعفای ظریف بودن گزارشی تایید منتشر کرده. ظریف دیشب استعفا داد، اما همه چیز به دوران انتخابات برمی گردد. از نخستین روزهایی که ظریف به کمپین انتخاباتی پزشکیان پیوست و با حملاتی از درون جبهه مواجه شد.
البته ظریف تنها نبود. همزمان آذری جهرومی با حملات سنگین این جریانات مواجه شد. کار به جایی کشید که یک بار ظریف و یک بار جهرومی ستاد را ترک کردند. این جریانات مهاجم چه کسانی بودند؟ بخش مهم اما غیر فعال در ستاد و افرادی که نگران قدرت گرفتن ظریف و جهرومی بودند. اکنون اما برخی در شبکه‌های اجتماعی میگویند عارف و قائم پناه معاون اجرایی عامل حذف ظریف هستند. به استناد این روایت ها عارف و قائم پناه ابتدا جهرومی رو به تو کردند و نگذاشتند علی‌رغم موافقت اولیه پزشکیان در دولت معاون اجرایی شود. طبق همین روایت عارف و قائم پناه جدا از وتو وزرای پیشنهادی متخصص کابینه ای را چیدند که با مخالفت تمام عیار ظریف و افکار عمومی روبرو شده. نکته اما این است که به نظر می رسد جریان مخالف ظریف در حال جا انداختن این روایت هستند که استعفای ظریف به دلیل تابعیت فرزندانش و مخالفت نهادهای نظارتی بوده. این ادعا کاملا از سوی ظریف رد شده. حالا جناب عارف و قائم پناه می بایست در مقابل این روایت ها پاسخ دهند، چرا که شعار اصلی دولت صداقت و شفافیت بوده. اما در بین همه انتقادهایی که متوجه آقای دکتر پزشکیان شده، آقای محمد شریعت مداری که گزارش های ضد و نقیضی در رابطه با انتصاب ایشون به ریاست دفتر ریاست جمهوری وجود داره، در واقع این اتهامات رو رد کرده. آقای شریعت مداری در پیامی که در مطبوعات داخلی و همچنین در توییتر منعکس شده نوشته، عکس توییتش رو میتونید الان بذارید، پیروزی دکتر پزشکیان به حمایت جدی رهبری از مردم سالاری دینی یک اتفاق مهم در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بود که دشمنان داخلی و خارجی عقل و خرد و فکر و اندیشهشان را به این واقعه مهم قد نمیداد و حتی قدرت پیشبینی آن را نیز نداشتند. ائتلاف کثیف دشمن خارجی با محوریت اسرائیل و برخی خشک‌مغزان متوهمان در داخل قصد آن دارند که این پیروزی ملت بزرگ ایران را به بهانه‌هایی به شکست تبدیل کنند. زهی خیال باطل. هدف اصلی ائتلاف کثیف ناامید کردن مردم از رأی درست و مهمی است که در زمان درست و مهم به صندوق‌ها ریختند. اینکه ظریف و جهرومی بروند یا بمانند یا فلانی و فلانی پست بگیرند یا نگیرند اصلا مهم نیست. ایران بزرگ دارای جوانان و میانسالانی است که سالها به آنها اجازه عرض اندام داده نشده. اتفاقا همه سازوکارهای متخذه که در استقرار آن سیاستگذاری دکتر پزشکیان و اقدامات ارزشمند ظریف و همراهانش بخشی از آن بودند و هم سازوکارهای بعد از آن در انتخاب وزرا و مسئولان رده یک کشور بهترین روش‌های ممکن در فرصت کوتاهی بود که رئیس جمهور پزشکیان در اختیار داشت. هیچ کس منکر نقص و ایراد در کل این فرایند نیست. نتیجه به دست آمده تا کنون نه ایدئال ترین بلکه ممکن ترین نتیجه مطلوب بوده. ما امیدوار به رفتار روامدارانه مجلس محترم با دولت رئیس جمهور پزشکیان هستیم، اما حتی اینکه هیچ اختلافی در این باره با مجلس نباشد خواسته حد اکثری سازوکارهای طبیعی این کار طبق معمول پیش خواهد رفت. مردم شاهد و ناظر صحنه هستند. جهان به آخر نرسیده. دولت رئیس جمهور پزشکیان با همان مشی اعتدالی اجتماع ساز ائتلاف حول محور منافع ملی به راهی که در پیش گرفته با استحکام ادامه می‌دهد و با توجه به منافع مردم را و چه همت خود قرار خواهد داد و در جهت منافع ملی ایران گام‌های بلندی به یاری خداوند و حمایت مردم برخواهد داشت. شک ندارم که حتی در آن 50% مردم عزیز ایران که رأی ندادند هم در اقدامات آتی دولت دکتر پزشکیان تحقق برخی از خواسته های خود را خواهند دید. نگران نباشیم. به آینده دولت رئیس جمهور پزشکیان و جمهوری اسلامی امیدوارانه بنگریم. خوب فکر کنید اگر رقیب پزشکیان پیروز میشد امروز چه حالی داشتید. برای بررسی موضوعات در ارتباط مستقیم هستیم با جناب آقای حسین درخشان، ملقب به هودر، وبلاگ نویس و روزنامه‌نگار ایرانی کانادایی. آقای درخشان در آبان ماه 1387 دستگیر و به 19 سال و 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها محکوم شد، اما 7 سال بعد در 28 آبان 1394 مشمول عفو آزاد شد. آقای درخشان اکنون در لندن اقامت دارد. آقای درخشان عرض ادب و احترام دارم خدمت شما، ممنون از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید.
مرسی، ممنون که دعوت کردید. آقای درخشان، این ماجرای آقای خطیب من فکر میکنم بیش از همه موارد دیگه، بیش از آقای مومنی، بیش از وزیر آموزش و پرورش، آقای خطیب الان یک استخوان لازخمی شده برای بخش اعظم حالا جریان نخبگانی که به شدت از کمپین آقای دکتر پزشکیان حمایت کردن. به هر حال آقای خطیب امتداد همون رویکرد دستگاه امنیتی ایرانه که تهدید رو در بین مردم و روزنامه‌نگار و نمیدونم فیلمساز و منتقد میبینه و سنگ و بسته و سگ و باز کرده و دستگاه اطلاعاتی متخاصم مثل موساد و اینها دارن راحت در تهران جولان میدن و اسناد میدوزن و ترور میکنن و نمیدونم امثال هم. به نظر شما علت یا اساسا منطق این کار چه بوده؟ من فکر کنم که به اینجا میرسه که به نظر من آقای خامنه ای مسائل خارجی الان براش خیلی مهمتر از مسائل داخلیه و دلش میخواد که در واقع شورای عالی امنیت ملی تحت کاملا تحت کنترل خودش باشه. به نظر من داستان اینجاست، یعنی اینکه چرا وزیر اطلاعات و وزیر کشور عملا زیر نظر، برای اولین بار شاید بشه گفت که عملا آدمی نیستش، آدمایی نیستن که آدم خود رئیس جمهور منتخب باشن، یا یه جور دیگه بشه گفت که برای اولین باره که اکثریت شورای عالی امنیت ملی، کسایی که حق رأی دارن، با دولت منتخب همراه نباشن، یعنی اکثریت با دولت منتخب نباشن. این اولین باره که به نظر من فکر کنم اتفاق افتاده و همه دولتایی که بعد از انقلاب بودن از موقعی که شورای عالی امنیت ملی تأسیس شده همیشه توشون دولت مستقر اکثریت رو داشته. من فکر میکنم که به خاطر اینه که در واقع سر این چند تا وزیر آقای خامنه‌ای نه تنها کوتاه نیامده، بلکه اصلا خواسته همون وضعیت موجود حفظ بشه، یعنی احتمال خیلی زیاد وزیر کشورم خیلی از معاونا رو، حالا وزیر کشوری که تا حالا معرفی شده، خیلی از معاونایی که از قبل آقای وحیدی داشته نگه خواهد داشت که بیشترشون سردارای بازنشسته سپاهن و بیشترشون هم همون فکر رو دارن که اتفاقا حتی فکر میانه رو هم نیست توی اصولگراها، چون وحیدی آدم نزدیکی به، بیشتر فکرش نزدیک به جلیلی و مصباح بوده تا به قالیباف یا مثلا عملگراتر. در نتیجه من فکر کنم در واقع آقای خامنه‌ای گفته که اینا مال منه و به اینا دست نزن. چرا؟ به خاطر اینکه اینا مال شورای امنیت ملی هن و تصمیم هایی که من یه ذره خیلی بیشتر نگرانم با این اتفاقا که چه کاری میخوان، چه تصمیمی میخوان توی شورای امنیت ملی بگیرن که میخوان هیچ مزاحمی نباشه، یعنی به جز الان وزیر خارجه که حالا شاید الزامنم، من الان شک دارم، مطمئن نیستم که وزیر خارجه ما حق رأی داره توی شورای امنیت ملی یا نداره توی همه موارد یا نه، و شاید احتمالا نداره که خیلی مهم نیستش که کی وزیر خارجه، یعنی خیلی از مهمه ولی اصراری نداشته که حالا حتما همون مثلا راه سابق ادامه پیدا کنه، به خاطر اینکه وزارت خارجه اصولا یه کار، یه پست خیلی بوروکراتیک حرفه‌ایه و خیلی بعیده که مثلا یه نفر از بیرون از وزارت خارجه یه دفعه بیاد بخواد این کار رو بکنه و وزیر بشه، کم زیاد نبوده، مثالای زیادی نبوده. حالا خلاصه میخوام بگم اونایی که حق رأی دارن قطعا وزیر اطلاعات یکیشه، وزیر کشورم یکیشه و خود رئیس جمهور نفر سومه. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نفر چهارمه که حق رأی داره و فکر کنم یه نفر دیگه هم رئیس
مجلس و رئیس قوه قضاییه که میشن سران قوه، میشه 6 نفر و نمیدونم الان یه نفر دیگه هم شاید حق رأی داره که خود دبیر شورا عالی امنیت ملی نفر هفتم و نفر هشتم هم نماینده شخص رهبر توی شورا امنیت ملی که الان 20 سال حدودا آقای جلیلیه. یعنی اصلا اینم خیلی چیز استثنایی عجیبیه که یه آدمی بدون اینکه در واقع از جایگاه حقوقیش توی شورای امنیت ملی حق رأی داشته باشه، یه آدمی که از نظر حقیقی یعنی عضو حقیقیه، و اینم خیلی چیز استثناییه که واقعا به نظر من نشون میده که اتفاقا آقای خامنه‌ای با وجود اینکه خیلی ها فکر میکنن که مثلا جلیلی رو قبول نداره یا موافق نیست باهاش الزاماً، ولی من فکر میکنم که اتفاقا اگه توی مسائل داخلی قبولش نداشته باشه یا مدیریت یا مثلا موضوعهای دیگه، ولی نگاه سیاست خارجیش رو کاملا قبول داره، وگرنه نماینده حقیقیش نبود تو شورای عالی امنیت ملی. در نتیجه من به نظر من مسئله اینه و احتمال خیلی زیاد الان درگیری خیلی جدی سر واکنش ایران به اسرائیل هست که حالا اینم یه بحث دیگه ایه که حالا میتونیم صحبت کنیم اگه بخوایم. نه 100% بهش میپردازیم. نگاه کنید در رابطه با دبیری شورای عالی امنیت ملی، من شنیده ها ماکی از اینه که آقای دکتر پزشکیان امیدوار آقای پور محمدی رو بذاره دبیر شورای عالی امنیت ملی، ولی در این حال تمام شواهد و قرائن اینطور حکم میکنه که پیشنهاد وزارت اطلاعات هم آقای پور محمدی بوده و آقای خامنه‌ای مخالفت کرده. من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به هر دلیلی اصلا از پور محمدی خوشش نمیاد و راضی نیست، حالا یا از قبل از انتخابات این مسئله بوده یا در طول انتخابات و توی مناظره ها این بی‌اعتمادی پیش اومده براش. و اینم بگم که خب پور محمدی بعد از اینکه دولت اول روحانی کنار رفت عملا هیچ پستی نداشت تا موقعی که رئیسی به خاطر رفاقت قدیمیش بعد از اینکه روح الله حسینیان فوت شد، این مرکز اسناد انقلاب اسلامی که در واقع یه جور میشه گفت غیر رسمی یه نهاد وابسته به وزارت اطلاعات، داد به پور محمدی که نمیدونم احتمالا بعضی ها میدونن که جاش تجریش هم هست، یعنی تو خیابون شریعتی باقی خیلی بزرگه، خیلی بزرگ نه ولی کنار اتفاقا مثلا سفارت باغ سفارت روسیه و سفارت آلمان و سفارت انگلیس اون ور خیابون پایین تر. اینا خیلی جالبه که چون جز خونه های برای دبیری شورای عالی امنیت ملی هم ردش میکنه، به نظر من برای اونجا هم ردش میکنه و پور محمدی به هر دلیلی چیزی که ما فکر میکردیم و یعنی مقبولیتی که ما فکر میکردیم و نداره، و من حتی حد میزنم که هم از روحانیت مبارز حذف بشه چون الان در واقع دبیر کل مجمع روحانیت مبارزه و هم همین رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی که به نظر من حالا که دیگه رئیسی هم نیست ممکنه که حذفش از اونجا، هم حالا نمیدونیم باید دید. ولی نه پور محمدی به نظر من اتفاقا دبیرم دست نمیزنه آقای خامنه‌ای، چون اصلا میدونی موقعی تو دست میزنی به ترکیب که به نظرت ایرادی داشته باشه، ولی وقتی که ما میبینیم که از نظر بجز اقتصاد از بقیه نظرها کاملا از دولت رئیسی راضی بوده ایشون، در نتیجه اصلا من فکر نمی کنم توی مسائل امنیتی و حتی بخشای امنیتی مسائل اجتماعی کسی رو دوست داشته باشه تغییر بده که این شامل بعضی از این وزارتخونه ها میشه و خیلی چیزایی از جمله دبیر شورای عالی امنیت ملی که اتفاقا تازه به نسبت اومده
در نتیجه به نظر من محاله که به نظر من خیلی احتمالش کمه که اون عوض بشه و در نتیجه ترکیب شورای امنیت ملی کاملا تحت کنترل آقای خامنه‌ای میمونه و دولت فقط شاید دو تا رأی توش داره، یکی رأی خود پزشکیان و اگه وزارت خارجه حق رأی داشته باشه که نمیدونم داره به نظر شما میدونید فکر کنم داره. نداره اصلا وزارت خارجه منم فکر کنم نداره ولی تو جلسه ها هست ولی حق رأی نداره، در نتیجه فقط یه رأی داره عملا دولت الان توی شورا و خب با یه رأی کاری نمیشه کرد. الان مثلا فرض کن اگه قرار باشه که گشت ارشاد و این مثلا طرح نور تصمیمی دربارش گرفته بشه که تغییری بکنه، اونجا باید تصمیم گرفته بشه یا حتی الان مثلا اینستاگرام که فیلتر شد به دستور یه زیر مجموعه شورای عالی امنیت ملی بود و اسمش شورای امنیت کشور که وزیر کشور رئیسشه، اگه قرار باشه این ترکیب تغییر نکرده باشه عملا دو تا از مهمترین و در واقع هر سه تا وعده مهم پزشکیان که یکیش آغاز دوباره مذاکرات بود با آمریکا، یکیش بر تغییر سیاست در مورد سرکوب پوشش یا کنترل پوشش و سومی هم فیلترینگ اینترنت، اینا هر سه تاش قطعا باید از شورای عالی امنیت ملی تصمیم گیریش بگذره و با تسلطی که الان داره آقای خامنه ای و در واقع دولت قبل داره و در واقع فکر تفکر آقای جلیلی هنوز حاکمه بر شورای امنیت ملیه، در نتیجه من بعید میدونم که توی هیچ کدوم از اینا اون وعده هایی که آقای پزشکیان داده بود و بتونه انجام بده، مگه اینکه مثلا حالا شاید در مورد برجام یا رفع تحریما یا در مورد فیلترینگ اونجا مثلا یه توی این دو همین دو سه سال یه تغییراتی اتفاق افتاده باشه که اونا هم قانع شده باشن که مثلا این جواب نمیده این روش، که من نمیدونم، مطمئن نیستم، باید واقعا وایساد و دید. آقای درخشان، شما اشاره کردید که آقای خامنه‌ای احتمالاً از همه وضعیت کشور راضیه به جز وضعیت اقتصادی، ولی خب مهمترین عارضه‌ای که این نظام داشته تقریبا از روز اول ولی ظرف 20 سال اخیر به شدت تشدید شده عارضه امنیتیه. یعنی الان موساد داره واقعا در ایران با آزادی عمل فعالیت میکنه، یعنی در واقع کاری نبوده که بخواد بکنه نکنه، آمده اسناد اصلی رو برده، اسناد سری سازمان هوافضا رو برده، دانشمندا رو کشته، آقای فخریزاده رو کشته، نمیدونم تا میایم تا آقای هنیه دیگه و این اسناد مثلا قوه قضاییه رو هک کرده بود، مثلا اسناد قوه قضاییه عظیم قوه قضاییه رو هک کرده که توش ده ها هزار فکت نیمه امنیتی اطلاعاتی غیر مستقیم ارزشمند هست، اصلا میتونه از اونا استفاده بکنه. یارو ممکنه یه پرونده ای داره مثلا چه میدونم رابطه نامشروع بلکمیل کردن، دستگاه امنیتی متخاصمه میگه که آقا من اینو رسانه‌ای میکنم شما با من همکاری بکن. بنابراین چگونه هستش، من این مهمترین سوالیه که برام وجود داره، چگونه هست که آقای خامنه‌ای متوجه این نکته نشده که آقا این رویکرد امنیتی جواب نمیده؟ اینه که چرا اتفاقا نه، من فکر کنم اینو متوجه شد که طایب رو عوض کرد. خب طایب هم عوض شد هم شمخانی عوض شد و این دوتا به نظر من خیلی تحت تأثیر این بود که راضی نبود از وضعیت ضد جاسوسی احتمالاً و حتی وضعیت عملیات برومرزی، چون تو هر دوتاش ما دیدیم که چند تا افتضاح و رسوایی ناجور پیش اومد. یکی یه سری اتفاقای که یه سری عملیاتی که تو ترکیه میخواستن بکنن یا جاهای دیگه علیه حالا نه مقامات نظامی اسرائیل هم و حتی غیر نظامی، یعنی تاجر و اینا، که اون لو رفت و با یه افتضاح خیلی خیلی بدی
انجام شد با آبروریزی و خب ظاهرا آقای طائب مسئولش بوده و همزمان هم خیلی از این اتفاقا که بازم خیلی آقای طائب مسئولش بوده. حتی ترور فخری زاده رو اگه یادت باشه شمخانی گفته بود و وزیر اطلاعات گفته بود که ما تلویحا اینو گفته بود که ما به سپاه حتی گفته بودیم به سپاه حفاظت که مسئول تلویحا نگفت، کاملا رسما گفت وزیر اطلاعات، گفت ما دو بار به اطلاعات سپاه اطلاع دادیم که ایشون رو در این محور هم دارن ترور میکنن. آره که اونم عوض شد دیگه، چون اون آدمی که مسئول حفاظت در واقع سپاه حفاظت سپاه بود، یعنی اون قسمتی که مسئول در واقع محافظت از افراد و شخصیت هاست، اونم عوض شد رئیسش دیگه، که مهمترینش هم اون جای اون قسمتیش بود که مسئول محافظت از خود رهبر و بیت رهبر بود دیگه، اونم که دیگه خبرش همه داشتیم. در نتیجه به نظر من اتفاقا به خاطر نارضایتی و خیلی چیزایی که ما اصلا خبر نداریم، گندایی که زدن رسوایی ها و بی‌آبرویی هایی که به وجود آوردن، اینا همه تقریبا عوض شدن. یعنی و اتفاقا از اون سری آدمایی که تو این 3-4 سال یعنی سالها بودن و تو این 3-4 سال عوض شدن، فقط خطیب مونده که به نظر من شاید معنیش اینه که اتفاقا از وزارت اطلاعات بیشتر راضی بوده تا از بقیه. به اضافه این که ما اصلا هیچی هم نمیدونیم، یعنی ما نمیدونیم مثلا تو معاونت ها اینا کیان چیان، مثلا چه اتفاقی افتاده نیفتاده، تقسیم کاراشون چطوریه. به اضافه این که یه دونه هم تاسیس شد دیگه، یه دونه سازمان اطلاعاتی دیگه هم تاسیس شد مال نیروی انتظامی از موقعی که شد تبدیل شد به فرماندهی. خلاصه میخوام بگم که اتفاقا تصمیمای این یکی سال اخیرش، یه سال نیم اخیرش، خیلیش در جهت بازسازی سیستم امنیتی بود منتها، و میخوادم ادامه پیدا کنه دیگه، و همینم هم نمیخواد دولت جدید دست بزنه یا اجازه دخالت اونا داشته باشه. از نظر نظامی هم که کاملا راضی و تحت کنترله، یعنی چه ستاد کل و چه مثلا فرض کنیم قرارگاه خاتم الانبیا که خب مسئولیت اصلی داره برای پدافند هوایی، اینا هم همه سر جاشون بودن، موشکی سپاه سر جاشه، یعنی هوافضای سپاه سر جاشه. ولا سلامی ممکنه، نمیدونم، هنوز هم جا داره برای اینکه بشه، نمیدونم الان چند سال شده ولی فکر نکنم به 5 سال حتی رسیده باشه. در نتیجه یه ثباتی و اتفاقا از نظر نظامی امنیتی به وجود آورده و اینو دل میخواد ادامه بده. ولی من ترس من از اینجاش نیست، در واقع ترس من از بوروکراسی یا از اینکه چجوری این کار رو انجام بشه نیست. چون مثلا یکی از تغییراتی که خیلی ها میگن، خیلی از حتی از اصلاح طلبان من شنیدم که رئیس جدید اطلاعات سپاه خیلی آدم معقول غیر جناحی میگن هست و اصلا از اون کارهای کثیفی که تله میذاشتن برای آدم ها، یا نمیدونم توی موقعیت های قرارش رو میدادن که بتونن ازشون آتو بگیرن یا بلکمیلشون کنن، از این کارها اصلا نمی کنه و خیلی حرفه‌ای تر و خیلی محترمانه تر رفتارش با آدم ها. حالا نمیدونم، من شنیدم، باید خودم نمیخوام دوباره تجربهش کنم که ببینم مایه، ولی به هر حال این یه تغییر خیلی مهمیه بعد 10 سال، که شاید بیشتر از 10 سال بوده آقای طائب، که واقعا به خصوص اصلاح طلبا رو به یه وضعیتی رسونده بود که نفس نمیتونستن بکشن و هزار جور فساد مالی و غیر مالی به وجود اومد به خاطر همین دخالت های جناحی و حزبی. این خوشبختانه عوض شده. حالا اینم خواستم بگم که من الان نگرانی من اینجاست که وقتی که دولت اکثریت رو نداره تو شورای عالی امنیت ملی، من نگرانم که این هزینه فایده ها و این استدلال هایی که
خواهند آورد در مورد اینکه چجوری باید پاسخ بدیم به مثلا به اسرائیل، به یه وضعیتی بشه که ایران رو واقعا توی باتلاقی بندازه که دیگه اصلا نشه ازش اومد بیرون. خب حالا پردازیم به این مسئله واکنش احتمالی تهران به ترور آقای هنیه. خب حتما بیانیه امروز انگلستان و آلمان و فرانسه رو دیدید و بیانیه متعاقب کاخ سفید رو دیدید و اظهارات آقای لوید آستین و اعزام زیردریایی به خلیج فارس و حالا علاوه بر ناو هواپیما بر و امثال هم. اونطوری که من میشنوم از برخی منابع آگاه در تهران و ظاهرا مخابره هم شده که آمریکایی‌ها گفتن آقا حداقل تا 15 که قرار این مذاکرات آتش بس، آخرین تیر ترکش دولت بایدن برای آتش بس این 15 دیگه پنجشنبه است، گفتن تا قبل از اون حداقل هیچ کاری نکنید. و این اصاره بیانیه استقدرت اروپایی هم بود که اگر شما اقدامی بکنید شما متهم میشید به اینکه مانع از اون توافق شدید، مانع از اون آتش بس شدید. حالا سوالی که وجود داره و من اتفاقا از چند نفر در داخل پرسیدم این بود که حالا حماس که گفته من در این مذاکرات شرکت نمی کنم، بعضیا میگن این چانه زنیه، داره سعی میکنه امتیاز بگیره، ولی حالا به هر تقدیری چه حماس شرکت نکنه چه شرکت بکنه، آقای نتانیاهو مانع از، چون که من فکر نمی‌کنم آقای نتانیاهو آتش بس بخواد، به طور قطع نمی‌خواد این مذاکرات به شکست بیانجامه، ایران در یه موقعیت قرار میگیره که به نظر شما واکنش رو نشون خواهد داد یا نخواهد داد؟ حالا من چون اصلا تخصص نه نظامی دارم نه سیاست خارجی دارم، من فقط از این بود بهش نگاه میکنم که چون هنوز دولت جدید مستقر نشده، حتی ما نظر کارشناسیه که توی شورای عالی امنیت ملی هستم باز از آدمی مثل وحیدی و از آدمی مثل حالا جلیلینا که سر جاشون در واقع به جای اینکه مثلا عراقچی اونجا نشسته باشه الان آقای باقری نشسته، باقری کنی نشسته دیگه، چون الان اون هنوز سرپرست وزارت خارجه است. و یکی از نگرانی‌های من از اینکه آقای ظریف دیگه نیست یکیش همینه، به خاطر اینکه خب ظریف میتونست پزشکیان رو روشن کنه که مثلا اگه این کارو چه آپشنایی داریم چه گزینه‌هایی داریم، اگه این انتخاب کنیم این تبعاتش اینه، اون یکی انتخاب کنیم تبعاتش اونه. و خب این چیزی، این روند که ما اسمشو میذاریم تصمیم سازی، خیلی تفاوت میکنه که قبل از اومدن همین دولت جدید باشه یا بعدش. حالا نه اینکه بعد دولت جدید، الان داشتیم بحث میکردیم، خیلی اصولا تفاوت اساسی داشته باشه، ولی به هر حال ممکنه واقعا بعضی وقتا یه نفر آدم هم مثلا فرض کنین عراقچی که تو اون جلسه باشه ممکنه بتونه نظر بقیه رو عوض کنه در مورد یه اتفاقی که باقری نتونه مثلا، حتی اگه مخالف باشه، یا مثلا فرض کنید اگه که ظریف دیگه نباشه توی دولت، خب پزشکیان یه حرفیو که میتونه بزنه و یه استدلالیو که میتونه بیاره که بقیه رو قانع کنه ممکنه دیگه نتونه بیاره، چون میدونیم وقتی که معاون، یه نفر معاون رئیس جمهوری، یه دسترسیایی داره به اطلاعات، بخشی از اطلاعات طبقه بندی شده که خیلی کلیدی هن برای اینکه بتونه تصمیم بگیره، و وقتی اون از بین میره اون دسترسی، خب اطلاعات طرف از روی زمین خیلی کمتر میشه و مجبور بسنده بکنه به تئوری یا به اطلاعاتی که از منابع عادی باز دستش هست. و خب یه آدمی که مثل ظریف که واقعا کم نظیر تو ایران، تسلطش روی و فهمش هم روی سازوکار شورای امنیت ملی سازمان ملل و هم
و هم روی سیستم تصمیم گیری آمریکا، چه دیپلماتیکش و چه نظامیش، و هم در مورد اسرائیل و اروپا، و البته در مورد روسیه، به خاطر اینکه این آدمیه که 40 سال کارش این بوده، درسش رو خونده و زندگی کرده. ما تقریبا هیچ کس نداریم که تمام این شرایط رو داشته باشه تو ایران، توی این نظام. قبلا خب بودن، ولی توی این نظام دیگه نبودن. در نتیجه نبودن ظریف بسیار خطرناکه برای این روند تصمیم سازی که در مورد این واکنش میتونه شکل بگیره، و من نگرانی مینه. ولی به هر حال یه کمی من فکر میکنم که دفعه پیش که ایران پاسخ داد، به خیلی از اهدافش رسید، یعنی به بزرگترین هدفش رسید، و اون این بود که نشون داد که ما نمیترسیم از اینکه مستقیم حمله کنیم به خاک اسرائیل. و به نظر من این یه دوره جدیدی رو برای ایران شروع کرد، و دیگه تکرار اون الزاماً چیزی به ایران اضافه نمی کنه. در نتیجه من اگه بودم فکر می کنم که هم بدون اینکه عملیاتی انجام بده میتونه با تهدیدش امتیازات بیشتری به دست بیاره تا انجام خودش، که یکی از این امتیازات میتونه همین آتش بس باشه. یعنی ایران ممکنه بتونه بگه که من به شرطی مثلا این عملیات نمی کنم، مثلا به شما یه فرصتی میدم که اگه تونستین آتش بس بکنین که کردین، اگه نه من مجبورم پاسخ همون بدم. مثلا ممکنم اصلا این مطرح شده بوده باشه. من چند روز پیش با یکی دوستام حرف میزدم، گفتم این بهترین کاریه که ایران میتونه بکنه، اتفاقا که ظاهرا شاید هم بوده، چون اروپا دقیقا داره همینه میگه که شما یه مهلتی به ما بدین که شاید بتونیم مثلا آتش بس کنیم، دیگه نیازی اصلا نباشه دیگه که بخوایم پاسخ بدیم، یا دیگه اصلا شرایطی جوری بشه که بی‌معنی بشه پاسخ. خب الان قبل از اینی که ادامه بدیم این بحث و بحث ژئوپلیتیک منطقه رو، چون که اشاره کردید به نقش بسیار موثری که آقای ظریف میتونه سر این دولت ایفا بکنه برای رفع تهدید و مدیریت آبهای ناآرامی که در واقع این کشتی ایران داره روش حرکت میکنه، این گزارشی که انتخاب داده بود در ابتدای برنامه دیدیم، مدعیه که از عوامل حذف ظریف و حتی آذری جهرومی آقای عارف و آقای قائم پناه بودن. شما هیچ تحلیلی داری در این رابطه؟ من اولا که بگم که اینقدر آدما به خاطر تعارض منافع شخصی این وسط درگیرن توی هم تفسیرهایی که از اتفاق میشه و هم اطلاعاتی که در مورد پشت صحنه اتفاقایی که ما روی صحنه میبینیم بیرون میاد، اینقدر آدم ها درگیر این تضاد تعارض منافع هن که واقعا آدم نمیدونه به کدومش اعتماد کنه. در نتیجه به نظر من بهتره که آدم بره روی فکتایی که محکمن حساب کنه و استدلال کنه و تفسیر کنه. من فکر میکنم، البته اینم شنیدم، یکی از روایت هایی که من شنیدم این بوده که آقای خامنه ای به پزشکیان به طور خیلی صریحی و به اسم گفته که ظریف نباید تو دولت باشه از چند وقت قبل، و اینی هم که حالا بهش حکم معاونت دادن شاید یه جور مثلا زرنگی بوده، چون ممکنه که مثلا گفته بوده که وزیر نشه و بعد اینا خودشون منشستن که خب پس یعنی این که اگه معاون باشه اشکال نداره، ولی در واقع منظورش این بوده که اصلا تو کابینه نباشه و اون دسترسی ها رو نداشته باشه. من اینو شنیدم. در مورد جهرومی هم مثلا من شنیدم که یه بخشیش اخلاق خودشه، چون خیلی ظاهرن با، یعنی من اینجوری شنیدم که با همه دعوا کرده توی همین چند وقت، با همه آدما، با هر کی یه جور اختلاف پیدا کرده، اختلاف روشی و شخصی و شخصیتی شاید حتی، و یه کمی من اینطوری شنیدم که سخت شده برای آدما که باش کار کنن، که من این به نظر من معقول تره. ولی در مورد ظریف من حدسم اینه که اون حرف درسته که دخالت رهبره، و اگه عارفم
مثلا نقشی داشته از به خاطر وفاداری و چیزی که ما ازش میدونیم که خیلی آدم مطیعه از آقای خامنه‌ای از اون نظره، ولی اصل ماجرا اینه و به نظر من جورم در میاد با فکتی که ما داریم که سخنرانی عید قدیر آقای خامنه‌ای اگه بخونی توش خیلی صریح بدونی که اسم ببره میگه که نامزدهایی که اطرافیانشون آدمایی هن که مثلا فکر میکنن که ما مسائلمون رو باید با بعضی کشورها حل بکنیم تا بتونیم مملکت رو اداره کنیم، اینا باید اصلا دوری کنن از این اطرافیان. یا حتی یه جای دیگه باز یه متلکی باز دوباره میندازه به کسایی که دنبال اینن که رابطه با بعضی کشورها رو درست کنن تا بتونه مسائل داخلی حل بشه، که البته هم به خود پزشکی هم میخورد این، چون تو مناظره خیلی اینو میگفت، و هم به ظریف دیگه. در نتیجه میشد اینو تصور کرد که نه تنها ظریف اجازه نمیده که نقش کلیدی داشته باشه توی کابینه، و نه حتی به نظر من اصلا به خود پزشکیان هم اجازه میده که خیلی بخواد توی موضوع دخالت کنه، که حالا بکنیم مذاکره نکنیم در چه حدی چطور کی، و میخواد کاملا این در کنترل خودش باشه و پزشکیان هم فقط یه دونه رأی داره توی همون شعام شورای عالی امنیت ملی. خب یک سوال دیگری که مطرح میشه، حالا داریم برمیگردیم به تنش بسیار بسیار اوج گیرنده که بین تهران و اورشلیم وجود داره. دو اردوگاه سیاسی، دو پارادایم تحلیلی در این رابطه وجود داره. یه پارادایم این هستش که اعتقاد داره که آقای نتانیاهو چون که احساس بکنه زمانش داره به پایان میرسه، داره سعی میکنه که یک سری دستاوردهایی داشته باشه، مثلا بگه که این کارنامه من بوده، من هنیه رو زدم، من فلان کردم، ال کردم، و در واقع خروج خودش رو یک خروج پیروزمندانه ای جلوه بده. اگه به اهدافش در غزه نرسیده، نتونسته حماس رو نابود بکنه، نتونسته گروگانها رو آزاد بکنه، میگه حالا این کارا رو کردم دیگه، رفتم تهران رو زدم و از این کارا. یک پارادایم دیگر هستش که کاملا با این پارادایم در تضاده، این هستش که میگه نه، آقای نتانیاهو جنگ میخواد، و الان 15 ساله که لابی اسرائیل در آمریکا دنبال کشاندن آمریکا به جنگ با ایرانه، و اساسا ایران اگر هیچ واکنشی نشون نده، یعنی هیچ کاری نکنه، مثلا بگه اوکی ما خوردیم، ایتس اوکی، اون اقدام تحریک‌آمیز بعدی رو میکنه، بعد اقدام تحریک‌آمیز بعد از اون رو میکنه، بعد اقدام تحریک‌آمیز پسا بعد از اون رو میکنه. یعنی اساسا تنها راهبردی که آقای نتانیاهو داره تغییر میکنه اسکلیشنه، تشدید تنشه. منم کدومش به نظر شما نزدیکتر به واقع؟ منم دوتا رو شنیدم، ولی واقعا چون متخصص اسرائیل و سیاست خارجی نیستم، سخته برام که ببینم کدوم اینا احتمالا درست تره. ولی یه چیزی رو میخوام بگم که من حسم اینه که بعد از اکتبر، بعد از حمله حماس به اسرائیل، به نظر من یه سیاستی توی اسرائیل به طور کلی عوض شد، و در واقع یه جور یه سیاستی که مورد توافق همه بوده، همه گروه ها و حزبای اسرائیلی، و اون اینه که دیگه نمیشه با تهدید موجودیتی با سیاست مهار و تحمل برخورد کرد، بلکه باید رفعش کرد و از بین بردش. خب این یه شیفت خیلی بزرگی سیاستیه که تو مهار انتخاب کنی یا حذف و رفع تهدیدو. خب ما میدونیم که حماس و غزه عملا در اسرائیل در موردشون سیاست مهار داشته، و خود نتانیاهو هم اتفاقی یکی از مهمترین حاملای این سیاست بوده که حتی اجازه میداده که پول برسه به غزه که اموراتش بگذره،
که اونقدر وضعیت حاد نشه که جوان تراش یا مثلا چون بیکاری و اینا هم خیلی بالا بوده دیگه، حتی به این چیزا هم فکر میکرده که که مثلا یه کاری بکنه که کمتر جوان ترا بخوام برن، جوانای غزه بخوام برن سراغ مثلا عملیات مسلحانه یا مقاومت مسلحانه، بلکه برن سراغ دانشگاه، سراغ ویزا گرفتن، نمیدونم سراغ بیزنس رو انداختن و همه این حرفا. و با وجود این که خب غزه خیلی یه زندان، بزرگترین زندان روباز جهان بوده و این درسته، ولی همزمان هم به هر حال یه منطقه بزرگیه نسبتاً، خیلی 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 پر جمعیت، ولی به هر حال منطقه بزرگیه و چون به دریا هم وصل بوده، حالا درست خیلی هم کار نمیشده کرد از نظر تجارت، ولی خلاصه یه اقتصاد بر خودش، یه اقتصاد کوچیکی داشته و خود این سالهای اخیر هم خیلی بد نبوده وضعیتش. ما نمیدونم دیدی یا نه فیلم ها و عکسایی که ازش هست که قبلا چطور بوده، زندگی عادی جریان داشته و خب اینا همش به خاطر این بوده که سیاست اسرائیل سیاست مهار بود. در مورد حزب الله هم همین سیاست رو داشته که ما زندگی میکنیم باهاشون، کنارشون زندگی میکنیم، با اینکه اینا تهدید موجودیتی هستند و میخوان ما رو نابود کنن و ما میدونیم که این کارو میخوان خیلی هاشو بکنن، ولی ما نیازی نداره که بخوایم از بین ببریمشون. ولی بعد از اون اتفاق و بعد از اون حمله به نظر من سیاستشون عوض شد و دیگه اسرائیل نمیخواد با تهدید موجودیتی که همسایش باشه در مرزاش، یعنی مستقیما بتونه نیروی زمینی بفرسته، دیگه باش کنار بیاد و میخواد از بین ببردش. در نتیجه من فکر میکنم که قطعا حزب الله تو برنامه اسرائیل هست، که حتی اگه یادت باشه، اگه خونده بوده باشی اون روزای اول، حتی حرف این بوده که همزمان هم به حماس حمله کنه هم به حزب الله، همون هفته های اول بعد از حمله حماس. و حالا یا حالا ایران یا آمریکا یا اروپا، به هر حال با حزب الله تصمیم گرفته که بذار حزب الله رو برای بعد، ولی به نظر من حتما تو لیست هست. الان غزه نابود شد، یعنی کاملا با خاک یکسان شده و هیچ افقی برای اینکه بشه زندگی عادی توش کرد واقعا معلوم نیست تا چه میدونم تا 10 سال 15 سال دیگه هم اتفاق بیفته. و اگه اسرائیل بخواد بره سراغ حزب الله و تهدید حزب الله رو بخواد از بین ببره، که به نظر من برنامه مشترک همه حزب باشه، اون وقت ایران نمیتونه ساکت بنشینه و ایران نمیتونه هیچ واکنشی نشون نده و خیلی خیلی وضعیت پیچیده پیش میاد برای ایران که نمیتونه همزمان بشینه و هیچ کاری نکنه و از یه نظرم نمیتونه اجازه بده که همزمان هم وارد جنگ میشه عملا دیگه. و اگه ایران بخواد وارد جنگ مستقیمه بشه با اسرائیل در دفاع از حزب الله، که البته نه به خاطر ایدئولوژی حزب الله، بلکه حزب الله به خاطر اینکه حزب الله فرقش با حماس اینه که حزب الله اصلا بازوی ایرانه، یعنی حزب الله ایران درست کرده اصلا از اول به خاطر اینکه یه نیروی بازدارنده باشه درست بغل مرز شمال اسرائیل، و این واقعا منجر به درگیری بزرگتری میشه که اگه مثلا روسیه هم بخواد این وسط بیاد دخالت بکنه مثل ماجرای سوریه، واقعا این که تبدیل بشه به جنگی که اروپا هم بیاد دخالت بکنه و بعد آمریکا هم بیاد، دیگه واقعا به یه جور جنگ گسترده، حالا نه الزاما جنگ سوم جهانی، ولی جنگ خیلی بزرگ وحشتناکی میشه. خب ما تنها 3 دقیقه وقت داریم و میخواستم آخرین سوال از حضورتون بپرسم و اون این هستش که آیا به نظر شما این موج یأسی که در بین اصلاح طلبان، به ویژه اصلاح طلبان حالا به تعبیری بگیم سر موضع ایجاد شده، آیا این موجهه، یعنی میشه به همین سرعت در حالی که اصلا دولت هنوز شکل نگرفته و ما نمیدونیم مثلا چه توافقی با مومنی کرده سر
استانداری ها، فرمانداری ها، نمیدونیم داستان چیه، نمیدونم راجب طرح نور اینا چه توافقی کردن. آیا این یأس پیش از موعد نیست؟ چرا یه بخشیش هست به نظر من، چون اصلا اگه با فوتبال بخوایم مقایسهش بکنیم، این تیم هنوز ارنجش هم تشکیل نشده، چه برسه به اینکه بخواد رفته باشه توی زمین و چه برسه اینکه بخواد بازی کرده باشه دوتا نیمه و بعد نمیدونم چند تا بازی دیگه کرده باشه که بخواد از بره مرحله دوم، بره به مرحله حذفی صعود کنه. میدونی اون موقع است که آدم اون به نظر اون مرز برای اینکه یه مربی قابل دفاع هست یا نه، اونجاییه که 5-6 بازیشو کرده باشه و بخواد بره مرحله بعدی. و معادلش تو سیاست هم این میشه که 1-2 سال گذشته باشه. حالا من خودم شخصا فکر میکنم که بعد 100 روز میشه فهمید که آیا آقای پزشکیان، در واقع خیلی صریح بگیم، آیا آقای خامنه ای اجازه داده که پزشکیان این 3 تا وعده اصلیشو به سمتش بره، چون ممکنه بعضیشو نتونه انجام بده توی این فرصت کم، ولی ببینیم مانع بزرگی سر راهش گذاشته شده یا نه. اگه این موانع نباشه خب خیلی فرق داره با اینکه اگه این که این موانع رو ببینیم از همون اول هست. در نتیجه به نظر من باید یه ذره صبر کرد. درسته که از نظری که اول برنامه گفتم از نظر شورای عالی امنیت ملی خیلی خطرناکه که وزیر کشور خود این دولت نباشه یا وزیری نباشه که پزشکان بشناستش و اعتماد بهش داشته باشه، ولی به هر حال توی همین بدبستونایی هم که کرده با آپشن‌های مختلفی که بودن، ممکنم هستش که من بعید میدونم، ولی ممکنم هستش که تونسته باشه مثلا بعضی چیزا رو توافق کنه با همین آقای مثلا مؤمنی، ولی من بعید میدونم. سپاس فراوان جناب آقای حسین درخشان که مهمان ما بودن از لندن و ممنون از مسعود در اتاق فرمان که امکان پخش برنامه رو فراهم کردن. بینندگان گرامی، تا حدود 2 ساعت و نیم دیگر که با برنامه هدلاین در خدمتون خواهم بود، بدرود و ایام بکام.